چطوری؟ خوبی؟ الحمدلله، دعاگویم داداش. حالت خوبه؟ سلامت انشالله. مرسی. ما الان تصویرت رو ندارم سید، یه تصویر بهم بده. تصویرم میدیم داداش، این تصویرمو. خوبی شما؟ یه والا قربونه برم، فداشم. زنده باشی سید. بس درباره چیه؟ بس راجع به مظلومیت و اشغالگری این قده سرطانیه که داره شب و روز مردم مظلوم فلسطین رو بمبارون میکنه و میکشه. 75 ساله کشورشون رو اشغال کرده. سید من تصویرت رو ندارم، یه دقیقه بیا بالا. من دارم تصویر شما رو دارم. تو داری؟ من ندارم. باشه لازم من ببینم چه تصویر. ببین من دارم سید. ببین سید، منطقی باید حرف زد، درسته؟ من تو رو خیلی دوست دارم و همیشه میام، شاید منو ندیده باشه. خب من خودم یه نظامی بودم تو ایران که زدم از ایران بیرون. خب سید ببین، من تا تو گوش تو نزنم تو گوش من نمیزنی، درسته؟ خب درسته، منطقیه. آره آفرین سید. من تو میای خونه تو به من میفروشی، به این قیمت به من میفروشی، من این خونه رو از تو میخرم. خب. مثلا از تو خریدم 1 میلیون، این خونه رو از تو خریدم 1 میلیون، توش اومدم ساخت و ساز کردم، تغییرات دادم، شده 3 میلیون. خب تو برمیگردی بعد از چند سال میگی این خونه رو به من برگردون. میگم به چه قیمت؟ میگی به همون 1 میلیون. آقا من توی این خونه ای که نشستم نمیخوام بفروشمش، تو نمیتونی به زور این خونه رو از من بگیری. میتونی؟ این چیزی که شما میگی درسته، ولکن این چیزی که شما میخوای به من بفهمونین یا به باقی دوستان بفهمونین، این یک تبلیغات صهیونیستیه که نه. ببین من صهیونیست و اینا نیستم سید. ببین من دوست دارم به خاطر لوتیگری یه واقعیت تاریخی. اجازه بده من جوابتون رو بدم دیگه. سوال شما کاملا واضح و مشخص بود. ببینید، این چیزی که میگن صهیونی چیزا اسرائیلی ها اومدن فلسطینی ها زمین هاشون رو بهشون فروختن، یک دروغ بزرگه. خب یه پروپاگاندای خیلی بزرگه که خودشون را انداختن که بیان بگن آقا اینا خودشون زمین هاشون رو فروختن، در صورتی که این نیست. ببین تاریخ رو بخونی بابا، اینا 75 سال پیش از همه جای دنیا جمعشون کردن. خب انگلیس نابکار و آمریکا با حمایت آمریکا اینا رو جمع کرد و آوردن ریختنشون کجا؟ تو سرزمین اشغالی فلسطین بهشون جا دادن. اول اگه نقشه فلسطین رو ببینی، مثلا چجوری نشونت بدم، مثلا اگه این باشه، نمیدونم تصویر منو داری یا نه. اگه ما اینو من تصویر تو ندارم سید، من تصویر تو ندارم. خب من ولی تصویر تو ندارم. با کشتی از همه جای دنیا جمعشون کردن. خب از همه جای دنیا جمعشون کردن، آوردن ریختنشون اونجا، بهشون اسلحه دادن، پول دادن، خب امکانات دادن، حق وتو و ساپورتی هم که آمریکا و تو سازمان ملل انگلیس ازشون میکردن، اومدن یک کشور قاصبی به نام فلسطین، به نام اسرائیل احداث کردن. اینی که میان میگن آقا، میگن فلسطین، مردم فلسطین سرزمینش فروختن، این یک دروغ بزرگ و محضه. سید تو آدم منطقی، آدم بزرگی هستی. خب بزرگی شما، فداشم. این حرف رو نزن. ببین این اتفاق افتاده. ببین شما خبر نداری، منم خبر ندارم، ولی میگن به قول قدیمی ها. ببین ایرانی ها، یه لحظه بایسا داداش میگه نه من میدونم نه تو میدونی. خب تا نبینی باور نمی کنی. حالا زمیناشون یا فروختن یا نفروختن، اولین بمبی که پرداخت شد از طرف حزب الله شد. ایران چه مشکلی؟ ببین من یه مثال برات بزنم آقا. شما هم بفرما داده. شما گفتی خب ببین واقعیت اینه، این سرزمین اشغال شده بعد جنگ جهانی دوم. اینا رو آوردن، خب اینا رو آوردن به عنوان که آقا ما بیایم، اولا که خودشون کشتارشون کردن. اگه هولوکاستی بود خودشون در حق یهودیا ایجاد کردن، نه مسلمان ها توشون دخلی داشتن نه کاری داشتن، خودشون اینا رو میکشتن. آخر سر به قول معروف خواستن از شرمندگی این قوم یهود بیان بیرون، اینا رو همه رو در آوردن، جمعشون کردن، سوار کشتیشون کردن، آوردن ریختنشون تو فلسطین اشغالی کنونی. اونجا بهشون امکانات دادن، سلاح دادن، پول دادن، همه چیز رو آوردن. حالا شما تصور اینو بکن
که یارو اومده به زور وارد خونه تو شده. وارد خونه سید. تو شده. سید. همه حرفات متین. من اینقدر به تو احترام میذارم که نمیخوام تو حرفات بپرم. ولی یه لحظه گوش کن به حرف من. بفهم. زمانی که تو به دنیا اومدی تو گوشت اذان گفتم. درسته یا نه؟ خب. تو شیعه امام نمیدونم شیعه یا مسلمونی یا امام افتخار میکنن. آفرین آفرین. ببین اون یهودی هم زمانی که به دنیا میاد بچه هست خب نمیدونه، تو گوشش میخونن سیه اون گناهی نکرده. تو اگه برگردی به 2500 3000 سال پیش ما، خب 2500 2400 سال پیش، همین یهودی هایی که شما الان دارید میگید برده بودن. کی اینا رو از بردگی در آورد؟ کورش مان. ببین همه ایران یه کورش دارن که بهش احترام میذارن. من سید نمیخوام با دست اما من خیلی دوست دارم. یه لحظه گوش کن سید. یه لحظه فقط گوش بده. یه لحظه اجازه میده من دارم حرف میزنم. بگو دادا. ببین کورش ما اومد همین صهیونیست ها همین یهودی ها رو آزاد کرد، از بردگی درشون آورد. الان کشور اسرائیل اینقدر به کورش ما احترام گذاشته که سکه خودش عکس کورش ما رو داده. کورش کل دنیا داره. خشایار رو ببین جفتشون یکیه. یه لحظه ببین... سوال جواب بده. متوجه شدن؟ خب شما به من بگو کورش قدیمی تره یا خشایار؟ من تا اونجایی که شنیدم میگفتم کورش. خدا پدر مادر. کورش پیامبر میاد. آفرین. خدا پدر همینجا نگردان. خدا پدر مادرتو بیامرزه. ببین وقتی به قول شما کوروش بزرگ اومد به اینا امکانات داد، جا داد، امنیت داد، همه چی خب بهشون داد، چجوری اینا میان خب تو دوره خشایار که بعد از کوروشه خب اومدن 70 تا 130 هزار ایرانی رو کشتن که الان تا همین الان همچین تاریخی رو همچین روزی رو که 70 تا 130 هزار ایرانی رو کشتن الان عید میگیرن که همین محمد رضا پسر محمد رضا پهلوی خب رضا دیبا دما بلند شد رفت اونجا وسط همین جشن ایران کشیشون باشه جشن گرفت. این چه منطقیه برادر من؟ سید جان تو مطمئنی به خاطر اون رفت جشن گرفته؟ آقا اونا هر روز جشن میگیرن، اینم بلند شد تو همون جشنشون تو همون عید جشنی که میگیرن شرکت کرد. سید من نوکرتم. دورت بگم. من خیلی دوست دارم، دوست دارم با دست کنم. خیلی دوست دارم. ببین خیلی دوست دارم. ببین تا الان اونوری راحتی برای خودت داری زندگیتو میکنی، اشغالتو میکنی. نمیگم اشغالتو میکنه، حالا هر جوری هست. ببین بی خیال نوکرتم عزیزم پداشم، ولی این یک قانونه. تا یکی نظره تو گوشه جوابش نیزدن نیست. حالا ببین همینه که شما درست میگی، واقعا درست میگی عزیز دل من. این سرزمین اشغال شده و اینا حق دفاع از خودشونو دارن که اشغالگر از مملکت خودشون بیرون بکنن. همونجوری که ما وقتی صدام حسین گور به گور شده حمله کرد به ایران، حق مسلم ملت ایران بود خب، و این کار هم کرد، دفاع کرد از آب و خاک و سرزمینش، دفاع کرد. 300 هزار تا ما شهید دادیم. شما که ارتشی گفتی بودی قبلا، درسته آقا یاران؟ سید بودم. ببین من خیلی چیزها رو میدونم، خیلی چیزها رو میدونم، مطرح نمی کنم. شما خیلی چیزها رو نمیدونید. شما اون برید. ببین منم اومدم این بر. آقا قرار نیست ما هممون همه چیز رو بدونیم داداشی، دورت بگردم. ولیکن یه چیزی رو ما میدونیم که تا آخرین قطره خونمون، تا آخرین رمق و نفسی که داریم از سرزمینمون، تمامیت ارضی وطنمون دفاع بکنیم. در هر حالی که باشیم باید ازش دفاع بکنیم. اگر بدم داخل ایران داریم و اشکال هم داریم، بد و عیبمون رو پیش غریبه ها نگیم. پس سید ما سید پس مردم ما بلند شن. سید مردم ما بلند شن. اون دریای خزری که بخشیده شد و بس بگیرد. مردم ما بلند شن. اون چینی هایی که اومدن داخل دریای جنوب ما دارن ماهیگیری میکنن و به مردم چابهار ما ظلم میکنن،
با اونا بعد در بیفتی. ببین مردم ما، یه چیز رو بگم، زمانی که انقلاب شد یه انگلیسی در اومد به یکی از آخونده ما در اومد گفت اگر میخوای اگر میخوای پیروز باشی تو نبرده، مردمت رو گشنه نگرد. زمان شاه هیچ کی گشنه نبود، همه سیر بود. چند سالته؟ چند سالته جناب آقای یاران؟ من هم سن خودتم. ببین من یک چیزایی دیدم، من سالمه بزرگوار، حالا انشالله که به عم نیست، من شاید 4 سال یا 5 سال از تو کوچیک‌تر باشم. ببین من فداشم، من یه چیزایی دیدم، من یه جاهایی بودم، من اسمم اینه، خب یه جاهایی بودم، نمیخوام. ببین من نمیتونم بگم، مسعود مولوی میشناختی؟ آقا بگو بگو، هر چی دوست داری بگو، هر چی که در توانته بگو، بدون ذکر اسم. ببین تو ترکیه من اومدن ترور کنم، من در رفتم. ببین من از ایران با بدبختی خارج شدم. میدونم چه مشکل ها. ببین تو نظام نبودی، نمیدونی چه چیزایی تو نظام سید نوکرتم. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آیه ای از خداست بدون اشکاله، ولی من همیشه اینو گفتم، میگم آقا تو چرا طرفداری از نظام جمهوری اسلامی ایران میکنی؟ من میگم برادر من، یک شخص و یک گروه و یه اپوزیسیون و یه مخالف نظام بیار، خب که کاردامه بهتر داشته باشه، دستش به خون آلوده نداشته باشه، بهتر از ایران باشه. سید این اپوزیسیونا، سید اپوزیسیونا بهشون اعتماد نکن، اونا فقط به فکر جیب خودشون هست. اونا فقط به فکر جیب خودشون هست. آقای جناب یاران بزرگ، شما از یه سلاف دوبار گزیده میشی؟ نمیشی. نه داداش. آدم عاقل این کار میده دور. ببین الان 44 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره. قبلش کی بود؟ محمد رضا پهلوی بود. دوبار فرار کرد ملت و به حال خودش رها کرد، فرار کرد. خب تو مطمئنی فرار کرد؟ آره فرار کرد دیگه، هم تو 50 فرار کرد، هم 28 مرداد فرار کرد. ببین داداش. آره داداش. چرا چرا باشه هر چی تو میگی، من رو حرف در نمیذارم. خیلی ازم بزرگتری، بده احترام میذارم. خیلی خوشحال شدم داداش، دورت بگیرم. نوکرتم، فداتم. ببخشید من مزاحم شدم، مرتبه وضعی بچه ها میگرفتم، ببخشید حرفت رو میگرفتم. موافق مخالف نور چشم من، میدونم در نه 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 نه. ببین من فقط شدن داریم، ولی گول رسانه های غربی و تیزی ببین که میکنن تو مغز جوان هم میکنن نخورین، همینو من میگم. ببین رسانه هایی که غربی هن، یه چی بهت بگم سید، فقط به فکر پر کردن جیب خودشونن، هیچ کی به فکر منافع ایران نیست، اونا که تو ایران هست. آفرین، حرف حق و زدید، دمت گرم، خیلی خوشحال شدم. خدا چم با اجازه، خدافظ دوستان، ببخشید. دوستان بزرگ نازنینم، خیلی خیلی خوش اومدیم. کوچه مردان قم، بابه بزرخان الفرار گرفت، آقای آبی بشه، باره آقای محمد نمیدونم فلان، میبینم کامنتاتو، میبینم چرا چرندیاتو، میگم عقلت به اندازه تا دم توالت بیشتر وسعت نداره تفکرت. شعارش آقا سعید حجتی، بابه برادران حجتی، خیلی خوش اومدی. برین یه ذره مطالعه بکنین، یه ذره تاریخ رو بخونین، بفهمین چی به چیه. هرچی همون جیری رسانه میاد به شما میگه باورش نکنین. میگه سید یعنی فلسطین هیچ گناهی نداره؟ دقیقاً هیچ گناهی نداره. اومده یارو 75 ساله خونهش و سرزمینش اشغال کرده، خب از سرزمینش داره سوء استفاده میکنه، تو خونهش داره نمیدونم گاز در میاره، پول در میاره، همه کار داره میکنه، بعد بهش میگه آقا تو حق نداری به من حرف بزنی. سردار کوزاد از این، خیلی خوش آمدی.
آقا محمد، این منطق نیست که هر انسانی خوب و بدش تو همین دنیاست، بعد فلسطینی ها حتما آدم به درد نخوری هستن که این چنین به سرشون میاد. نه عزیز دلم، این منطق درست نیست عزیز دلم. این منطقی که شما میگی منطق درستی نیست، اصلا منطق نیست. دوستان عزیز بزرگوارم، همتون خیلی خوش اومدید، دوست داشتنی هستین، انشالله که همیشه خوش خورم باشید. آکیای عزیز، آقا اونی که در درخواست فرستاده رو من میزنم ببینم. آکیا آقا بروز، من شما رو آوردم، میزه با یه چند لحظه بکنیم بچه هایی که قبلا نیوردیم بالا رو بیاریم بالا. آقا کیا، ببین کیانوش عزیز، درخواست برات فرستادم، اوکیش کن ببین چی جوریه. دقیقا این منطق نیست آقا ابوالفضل که این آقا نوشته بود. آقا پیمان سلام، خیلی خوش اومدید. آیا در پناه خدا باشین، یا علی مدد، خوشحال شدید. سید منو هم بیار بالا. خرید فروش سکه‌های باستانی بفرمو داداش. درخواستت اوکی کردم بزرگواران، انشالله که بتونی بیای بالا. سلام. یه درز ادب. و علیکم السلام و رحمت الله. سید حالت خوبه؟ دورت دیگردم. ده خبرش دیگردم. حالت خوبه؟ من قربونت برم. سید، این دوست ارتشی میخواستم بگم عزیز دل قربونت برم، ما 8 سال جنگیدیم و جلی خاک نتونستن از همون بگیرن. حالا بیان روزا اما دریای خزر بگیرن، یا مثلا چینیا بیان از ما مثلا خلیج فارس بگیرن. بابا یه داستانی هست، اینا جشن پورین رو باید برن تاریخ معاصر رو بخونن. دوستان من این جشن پورین ایرانی کشونه و سید گلم واقعا واقعا با به جز تشیع که با ما مشکل دارن، هیچ با ایرانی بودن ما همین یهودی های صهیونیست. ببین ما یهودی داریم تو خود ایران، آقای نماینده هم دارن تو مجلس ما، اصلا این داستان ها بکنم. ما با یهود و ادیان ابراهیمی هیچ مشکلی نداریم آقای سید، مشکل ما با صهیونیسمه. این صهیونیست اصلا سیستمشون یه جوریه، با ایرانی بودن و کشورهای بالای 10 میلیون تو منطقه مشکل دارن. این یک. دو، آقا سید گل من فدای تو بشم، من قلبا تو رو دوستت دارم، با تم حال میکنم، کلی هم باید عشق میکنم. من بچه خزانه بخارایی هستم سید، قلبا باید حال میکنم. بچه های خزانه نور چشم بشه، های همسایه دیوار نه دولت آمده عزیز. آقا آقا عشق قرمونت برم. یه چیز دیگه هم بهت بگم آقا، چه جونم سید، الان کجایی دورت بگردم سید؟ من خودم بعد الان تو نیاورانم سید، دورت بگردم. یه داستان دیگه هم بگم سید جان. بگو دادا مطلب از دستمون در نره. به این دوست ارتشیمون بگم، این دوست ارتشیمون ببین تو هر دوره یه اتفاقایی افتاده، آره کم و کاستیایی برای مردم هستش، آره درسته. ببین این آمریکا و اسرائیل همه جوره میزنن ما رو تضعیف کنن، ضعیفمون کنن، تو سری خورمون کنن، ولی نه، دولت سر آقا امیرالمومنین یه رهبر داریم سدلی، پرچممون همه سره برده بالا، راه نداره و نمیتونه و علی اولاد نمیتونن با خدا نمیتونن، لرزه به تن. آره آره ببین ثانیه به ثانیه دنبال میکنم، خیلی سارم من رصد میکنم تو این داستان و اینا. بعد سید سیده هم اصلا یه سیده هم تو خون ما ایرانی ها پتانسیل رهبریت دنیا هست. ببین این حرفو من از خودم دارم بهت میگم،
خوش اجازه بده بقیه‌اش هم بیام سید دوره بیام قربونت برم. سید تاریخو برن اگر بخونن ما رهبر دنیا بودیم. ما کوروشی داشتیم که کشورگشایی بدون جنگ می‌کرده. امروز سدلی کشورگشایی داره میکنه بدون جنگ. شما دو نفر با هم دیگه وقتی دعوا کنن سید گل من، خب شاید مدت‌ها با هم صحبت نکنن. دو تا محل با هم دعوا کنن مدت‌های مدید با هم صحبت نکنن. حالا بیا دو تا کشور با هم صحبت نه جنگ کنن و صحبت نه، اونم 8 سال ایران و عراق. آقا سید علی خامنه ای یه حرکتی زد، قرار بود ما 50 سال دشمن باشیم با عراقی ها. امروی هشت شعبی اونجا درست شده. هشت شعبی یعنی چی؟ یعنی یه نیروی فدایی قبل از رسیدن دشمن به خاکمون میگه من جان فدای ایرانی ها. فاطمیون همینجور، زینبیون همینجور، حسینیون همینجور، انصارالله همینجور. گرفتی؟ یعنی حزب الله یا همون حماس. شما اگر مردم درک کنن که او این اسرائیل خب راه برا میگفت ما رو تهدید میکرد از طرف آمریکا، از طرف خودش، از طرف اقتصادی، همه جوره. یه حماسی اونجا به وجود ما آوردیم، خب اینو مثلا یه لاتی میمونه. یه ببین تو من اینا میخوای به من برسی، اول ببین میتونی از رد نوچم رد شی تا به من برسی. بذار عامیانه‌شو بگم دیگه. آره آفرین. گرفت لاست. همین با همین تعبیر بسیار خوب. یه دل از من برم تو بیرون سر شد. معذرت میخوام. نه. خاموش کنم. حالا آقا سر این پتانسیل رهبریت دنیا تو خونه ما، یعنی چی سید؟ نه تو خونه پاکستانی ها هست، نه تو خونه هندی ها هستش، نه تو خونه کسای دیگه. خود اندیشگرای های اسرائیلی میگه آقا سید، مطالعه میکنم رصد میکنم، میگن شما یه نقشه دنیا رو خب بذار جلوی یه ایرانی، احمق ترین ایرانی، میگه اینجا 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 مال ماه، دوباره میخواد احیای امپراتوری کنه. این تو خونه ماه. فیلم 300 رو برای چی ساختن؟ احیای امپراتوری. این ارق ملی ما رو بزنن آقا سید. نمیتونن. میگه ببین رهبریت ایران رو بده دست یا ایرانی واقعا کودن مغز فندقی، یا نقشه دنیا رو بذار جلوش. میگه اینجا 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 مال ما بوده، میخواد دوباره احیا. اما جلوی پاکستانی بذار، جلوی هندی بذار، ندارن. جلو اصلا عربا بذار، ندارن این ارقو. ولی این ارق تو خون ما، یعنی پتانسیل رهبریت دنیا رو داره. حالا والله دیدم رسد. ببین این دوست ارتشیمون، من قلبم برای بچه‌هایی که تو جنگ رفتن، خب چه حالا ضد نظامن چه غیره، این که مثلا با نظامن کاری ندارم، من احترام قائلم. رابطه الان ناراحت هستن از نظام، حقم داره. چهار تا چیز به قول خودش میدونه، چهار تا چیز نمیدونه. آقا یه دعوای دست جمعی رو اگر مثلا رو در روش وایسی ببینی، خب زیاد متوجه نمیشه کی کیو زده، ولی بری از پشت بون نگاه کنی اشراف کامل داری. باید این مسئله مثلا اسرائیل ابولا برای بچه ها توضیح بدی، اشراف داشته باشن. سید متوجه؟ آسد معذرت میخوام، میگم متوجه. باید اشراف داشته باشن سید. اونجوری هم نی، خیلی خیلی ها، خیلی الحمدلله دولت سر آقا امیرالمومنین حالیشونه الان. یه تقی میخوره اربعین رو نگاه، دولت سر آقا امیرالمومنین دیدی؟ علیه السلام. تموم شد یا علی؟ علی سید راه نداره. یه چیزی بهت بگم قربون جدت، انقدر باهات حال میکنم. ببین تو قلب اون لندن نشستی، ببین به جدت دارم میام آقا رسول الله. خیلیه. ببین میترسم خانوم تو لایو باشه، معذرت میخوام. یه خایه داری ببین اندازه کل تهران، تک و تنها وسط اونا وایسادی یه تنه. خب دیدم الله وای من ایرانی ها رفیقا، این ایران رفیق هم نمیشه گفت. تفلک هایی که مخیله ذهنیشون یه ذره ایراد داره، دیدم کلیپ میذارن تو رو تهدید میکنم، فلان میکنیم، علم میکنیم. سید به علی و اولاد علی دارم میگم، به علی و اولاد. اول اینکه من دست پوستم سربازتم، این یک. دو نه بگو بعد نه ببین سربازت هم به یه دلیل، به یه دلیل یه تنه اونجا وایستادی سید. قسمت هر کس نمیشه این داستانو.
قسمت حرکت پس نمیشه بتونه مثلا تو قلب لندن وایسه، خب اون تفکر اصلی اهل بیتیشو گم نکنه، اون عرق ملی نسبت به ایرانشو گم نکنه، قرص محکم باشه. سید برو روزی اگر داد به مال دنیا رو اینا رو ول کن، خدا یه چیزی بهت داده، به فاطمه الزهرا ببین قرص تو این جبهه وایسا، قرص تو این جبهه وایسا. یه جایی از سید به ردت قسم تو بازار به من میگن، خب به من میگن تو چماق به دست نظامی، الی بلی جیم بلی بلانی بیساری، میگن بابا اصلا مهم نیست تهمت زدن ذات آدمای فلانه، میگه نمیخوام بگم، گفتن میگه آقا امیرالمومنین نماز میخونه، ولی سید به علی و اولادش خیلی دمت گرم، تو یه جایی نشستی خیلی ها رفتن اونجا مطلب گم کردن، یه جایی نشستی یعنی قربون اهل بیت برم، یه حالی بهت دادن سید، به مولا خیلی دوست دارم، مثلا من جای تو اونجا بودم، به چیز علی یاد ببین، انگار من همیشه میگم، میگم سید آبی پوش یه امپراتوری خوب نشسته، یه تخت بزرگ نشسته، خدا آقا اهل بیت لطف کردن اونجا، یه سره تو جهاد تدبین داره میجنگه، فوش میخوره فلان میکنه ال میشه، ولی یه تنه سید به جدت اون فوشایی که بهت میدن برات ثواب نمیشه، میشه میگم به جدت اون تهمت هایی که میزنن به سید، الهی قربونت برم که فهمتم، خود ما هم از همه بیشتره، خودت ماشاءالله آگاهی سید، خیلی دمت گرم، حالا باز میام پیشت برای لایو، میام ان شاءالله قربونت برم، هم دی فرمایش سید، چه موقعی تو قلبت سید وقت کردی تو تیوی بیا با هم یه حالی میکنیم، یه صحبت هایی میکنیم سید، لای قربونت برم، من کوچیکتم، من غلامه خدا برات بسازه، من دعا گوتم همیشه سر نماز، من دعا گوتم هم سر نماز، دوستای عزیزم قربونتون برم، سید علی همیشه پرچمش بالاست، اینو یادتون باشه، سید اولیه که خمینی بود به ما دروغ نگفت، این سید دومی هم به ما دروغ نمیگه، نمیگه داداش، علی نمیگه، زیر پرچم اهل بیت آقا امام زمان دعا کن برام سید، امپراتوری بر حق ایران ببینیم به زودی زود، قربونت برم عزیز، دورت مزاحمت نمیشم، میگم میخوام بیام بالا داداش، اسم سید میای پی وی با هم حال میکنی، باشه داداش، باشه الهی قربونت برم، آره بدات شم، کوچی یا تن تماس دعا دارم داداش، یا علی قربونت برم آقا، محتاج دعایی مزیدای دلم، خالو شهریار خیلی خوش اومدی، آقا همه تون خیلی خوش اومدی، عیزای من این نور چشم من این، اگه اجازه بدیم من یه بریک بگیرم، یه استراحتی بگیریم، عمری بود دوباره برمیگردم یه لایو دیگه بیدم، در خدمت تو هستم، خیلی دوستتون دارم، با امیدی پیروزی حق بر باطل، به امید پیروزی جبهه مقاومت، امید پیروزی رهروان اهل بیت، رهروان و ولایای آقا سید علی خامنه ای، خدا حفظش کنه، این بزرگ ارتشداران حقیقی، این حافظ ذره ذره خاک و آب و ناموس ایران، ببینید 44 سال قبل از جمهوری اسلامی ایران رو ببینین چیکار کردن، بزرگترین کاری که ببین میخوایم مقیاس بزنین، میخوایم بدونین حقانیتتون کجاست، فقط به 8 سال دفاع مقدس برگردین که تو دوره جمهوری اسلامی ایران به ناجوانمردی و ناحقی کل دنیا علیه ایران ریختن، همین شماهایی که میان به حضرت آقا و نظام دارین فوش میدین، فقط اینو مد نظرتون بگیرین، فقط همین یه تیکر مد نظرتون بگیرین، میفهمین که اینا مردای روزگار حضرت آقا و
خمینی کبیر بودن، سردار دلها بودن، اینا که جان و مالشون رو در این راه در فدای ایران دادن. بالاتر از 300,000 شهید ما دادیم تو دوره جمهوری اسلامی ایران. هزاران هزار نفر معلول و جانباز و زخمی و شیمیایی دادیم، ولی یه ذره خاک ندادیم. و سرتونو بگیریم بالا، سرتونو بگیریم بالا، به حلالزادیتون، به ایران بودنتون افتخار بکنیم. قبل 44 سال رو ببینید چجوری آب و خاک امپراتوری بزرگ ایران رو فروختن، تیکه تیکه کردن. ولی تو این 44 سال خمینی و خامنه ای و ملت بزرگ ایران این همه شهید دادن، یک ذره خاک ندادن. شد تو قلب سید آیپوش اینجوری میفهمی حق با کیه، تو چه صفی هستی. یا علی مدد، جا تو قلب سید آیپوشه.